راستی که خوب نیست، رزل بزرگ تاریخ ایرانه. کسی که از احترام و اعتمادی برخوردار شد چه؟ ائمه و انبیاء خدا از اون کمتر برخوردار بودند یا اصلا نبودند؟ چه خیانت ها که نکرد؟ خاتمی اون روز معاون فرهنگی ستاد جنگ خمینی و مسئول تبلیغات جنگ بود. موج کودکان و دانش آموزان رو به روی مین میفرستادند. استراتژی اعلام شده شون حفظ نظام از طریق بست، توسعه طلبی و صدور ارتجاع بود. بگذاریم که بعدها وقتی که ارتش آزادی بخش شاخ جنگی خمینی رو شکست، اهل تنش زدایی شدند. بنابراین این تنها شما بودید که در مسیر مردمی و انقلابی قاطعانه پرچم صلح برافراشته بودید و نقش تعیین کننده در گل گرفتن تنور جنگ خمینی ایفا کردید. نقشه هایی که خاتمی و دارازد دسته و سپاه پاسداران اون زمان چاپ میکردن در مورد فتح کشورهای خاورمیانه یکی بعد از دیگری به دنبال عراق هنوز هم هست. در نعره های دیوانوار در قرص از طریق کربلا و تا شعارهای ضد آمریکایی اندازه نمیشناختن. بعدن یک بار موسوی نخست‌وزیرشون گفت که در سکو و کشتن مجاهدین این شعارها برابر چندین وزارت اطلاعات به ما خدمت کرد. وقتی هم که آتش بس شد، خاتمی در شهریور 67 در مقام وزیر ارشاد خمینی اعلام کرد که جنگ فقط 123,220 کشته داشته است ولا غیر، چون که ما عدد 1,000,000 رو میدادیم از کشته. آخوند خاتمی احتیاجی نمیبیند همچنان که در داخل ایران توضیح بده که از کی اصلاح طلب شد و تنش زدا شد. در فرهنگ عوام فریبی و شیادی احتیاجی البته به این توضیحات نیست. بنازم ارتش آزادی بخش که توزیع جنگی خط امامی ها رو آنچنان به خاک مالید که امروز حتی محض نمونه یک خط امامی اصلاح طلب شده نمیتوان یافت. زمان گذشت، رفسنجانی خودش در مورد ضرر و زیان های مادی اون جنگ ضد میهنی عدد 1,000,000,000,000 رو که قبلا ما گفته بودیم پذیرفت و اعلام کرد. در آذر ماه 78 گفت که ما 200,000 کشته داشتیم و 200,000 هم معلول، یعنی عددی رو که خاتمی 11 سال قبلش گفته بود 70,000 رفت بالا. دو ماه بعد در هفته بهمن سال 78 20,000 تا دیگه رفت بالا، گفت 220,000 کشته داشتیم، همین تعداد هم معلول. بعد هم این بازی حال محبه استخوان که هر وقت رژیم کم میاره مجددا بازی استخوان.
طبق آمار خودش تا به حال نزدیک به 50,000 جسد یا بقایای اجساد رو در ازادش است. از امتداد مناطق مرزی در خاک هر دو کشور برده است به داخل ایران و با دجالکری دفع کردیم. همین چند روز پیش روزنامه‌های رژیم نوشته بودند یکیشون که هیچ قبرستانی نیست در ایران که هزاران کشته جنگ توش نخوابیده باشند، جنگی که 1,000,000 در هر دو طرف قبر رو پر کرد. خاتمی که عدد 123,000 داده بود فاصلش تا 1,000,000 ولو در هر دو طرف خیلی زیاده. در 22 اسفند ماه گذشته سرپرست بنیاد به اصطلاح شهید، البته کدوم شهید معلوم نیست، گفت که ما فقط 26,000 دانشجو وارد دانشگاه کردیم، داریم تو دانشگاه تحت سرپرستی خودمون که فرزندان قربانیان جنگ هستن، از صحنه اختصاصی که این قبیل قربانهای رژیم دانشجو وارد دانشگاه خون کن. در نهم اسفند خامنه ای گفت که از همین دانشگاه ها ما یک قلم 3,000 کشته دادیم در جنگ. در چندی قبل از اون پاسدار سبزوار رضایی فرمانده قبلی پاسداران گفت که من همونم که یک شب 70,000 نفر رو بردم به فاف. من یادم میاد که همون زمان در جریان ضد کربلا های 4 و 5 خودمون هم اعلام کردیم که یک قلم تلفات رژیم بین 50,000 یا 60,000 نفر بود. در 18 بهمن سال 77 پاسدار حجازی فرمانده بسیج رژیم گفت که ما فقط از بسیج 93,000 کشته داشتیم و 42,000 معلول. خبرگزاری رژیم یک بار در 26 اردیبهشت 78 از یک فقره 100,000 تایی مجروح جنگی خبر داد. سرکرده سپاه اصفهان پاسدار سرتیپ استاکی در 6 فروردین همین امسال گفت که فقط ما در استان اصفهان بیش از 100,000 کشته جنگی داشتیم. مقایسه کنید با آمار خاتم. فرمانده نیروی زمینی ارتش از این پیشتر اعلام کرد که یک قلم از نیروی زمینی 48,000 ما کشته داشتیم. سرکرده قرارگاه موسوم به سارالله گفت که ما از سپاه 30,000 کشته داشتیم و 60,000 معلول. در همین بهمن ماه گذشته در روز 14 بهمن پاسدار رحیم صفوی جمع کشته و معلول یا به قول خودشون جانباز رو 533,000 نفر اعلام کرد. وقتی که وضع خمینی در صحنه های جنگ خیلی رو به تزلزل می رفت در مهر ماه 65 بازرگان به خمینی نوشت که مراجعات مکرر با ترس و تردید به حضور رهبری انقلاب کرده اند، منظور رهبری ارتجا است، ولی همگی با جواب منفی یا سکوت و تندی روبرو شده اند. شنیدیم به مسئولین رده بالا فرمودید اگر خسته شدید زمین بگذارید دیگران را مأمور خواهم کرد، و به آقایان مدرسین قم هم جواب دادید تا من زنده هستم در شرایط موجود صحبت از صلح و خاتمه جنگ نکنید. حتی تا 2 هفته قبل از آتش بس، قبل از قبول قطعنامه 1998،
و نوشیدن جام زر، باز هم خمینی تکرار میکرد که اگه لازم باشه تا 20 سال هم به جنگ ادامه خواهد داد. اونجا که به خمینی مربوط بود، حتی اگر به بهای قربانی کردن همه مردم ایران هم بود، طبعا درنگی نمیکرد، داستان قتل عام نشون داد. اما بعد در یک چرخش 180 درجه ای، به دلیلی که تا مرگش هم دلیل رو نگفت، و بعدا میگم، از همه حرفایی که گفته بود پایین اومد و برای حفظ نظام تن به آتش بستند و نسوزید.